وصیت کردن پدر دختر را که خود را نگه دار تا حامله نشوی از شوهرت. خواجه‌ای بوده است او را دختری، زهره خدی مهرخی سیمینبری. گشت بالغ داد دختر را به شو، شو نبودن در کفاعت کف او. خربزه چون در رسد شد آبناک، گربنش کافی تلف گردد هلاک. چون ضرورت بود دختر را بداد، او به ناکفی ز تخفیف فساد. گفت دختر را کز این داماد نو، خیشتن پرهیز کن حامل مشو. کز ضرورت بود عقد این گدا، این غریب شمار را نبود وفا. ناگهان به جهد کند ترک همه، بر تو طفل او بماند مظلمه. گفت دختر کی پدر خدمت کنم، هست پندت دلپذیر و مغتنم. هر دو روزی هر سه روزی آن پدر، دختر خود را بفرمودی حذر. حامله شد ناگهان دختر از او، چون بود هر دو جوان خاتون و شو. از پدر او را خفی می داشتش، پنج ماه گشت کودک یا که شش. گشت پیدا گفت بابا چیست این؟ من نگفتم که از او دوری گزین. این وصیت های من خود باد بود، که نکردت پند و وعظم هیچ سود. گفت بابا چون کنم پرهیز من، آتش و پنبه است بیشک مرد و زن. پنبه را پرهیز از آتش کجاست؟ یا در آتش کی حفاظ است و تقاست؟ گفت من گفتم که سوی او مرو، تو پذیرای منی او مشو. در زمان حال و انزال و خوشی، خیشتن باید که از وی درکشی. گفت کی دانم که انزالش کیست؟ این نهان است و به غایت دوردست. گفت چشمش چون کلاپیسه شود، فهم کن کان وقت انزالش بود. گفت تا چشمش کلاپیسه شدن، کور گشت از این دو چشم کور من. نیست هر عقلی حقیری پایدار، وقت حرص و وقت خشم و کارزار.